معسلان عزیز، السلام علیکم. در مضمون توسعه دیتابیس دو و بحث اوریکل است. در جلسه درس میخوایم که در مورد نصب نرم افزار اوریکل برای شما به شکل مفصل معلومات دهم. نرم افزار اوریکل آنگونه که در جلسات قبل بحث کردیم، آنها قابل دانلود شدن به شکل رایگان از سایت خود کمپانی اوریکل به نام oracle.com هست و روش دانلود را مکمل ما معرفی کردیم و بعد از اینکه دانلود تکمیل میشه شما کارتان به نصب آغاز میکنین و آنها اکسترکت میشه و وقتی که اکسترکت شد آماده به نصب میباشن و همچنان وقتی که بالای ستپشان کلیک میکنیم به بخش عملی اونا رو نشان میدیم. در اینجا ببینیم که اولین صفحه در اینجا بر ما نشان داده میشه، نوشته هستن که کانفیگر سیکوریتی اپدیت و نسخهشان 12.3 هستن. اوریکل دیتابیس اینجا نامشان هم بر ما مشخص کردن. در اینجا دو تا باکس است، یک باکس است به نام ایمیل و دومشان ان اکتیف است. وقتی که اینا رو تیک مارک بزنیم اکتیف میشه. My Oracle Support Password، دو گزینه شما در نخست میخواین و شما هیچ وقتی نه در اینجا شما ایمیل وارد کنین و نه کدام پسورد وارد کنین، چون شما پسورد قبلی ندارین و ایمیل به خاطر میخواین که در صورتی که اپدیت های اوریکل عرضه میشه در ایمیل آدرس شما باید اونا را وارد کنین. پس نیاز ما نداریم که در اینجا ایمیل بگذاریم و همچنان یا پسورد وارد کنیم. مستقیما در اینجا من بالای بتن نکست کلیک کنین تا در مرحله بعدی بریم. وقتی که در اینجا بالای نکست کلیک میکنین یک ارر مسیج میاد برای شما که شما ایمیل آدرس و پسورد وارد نکردین. باز اونجا گزینه برای شما میده که آیا میخواین که ادامه بدین پروسه نصب یا خیر. شما بالای یس کلیک کنین در مرحله دوم به این صفحه میاد. از طرف چپ اینجا میبینیم که در ستون اولش هست کانفیگریشن سیکوریتی اپدیت است، دومیشان انستالیشن آپشن است، سومیشان گریت انستالیشن آپشن است، اما طور به ترتیب میم انستال تایپ است. اینجا باز نوشته هستن که اوریکل هوم یوزر سلکشن هستن، انستالیشن لوکیشن هستن. یعنی هر گزینه ای که شما در اینجا میرین به ترتیب هر مرحله ای که پیش میرین اینا به ترتیب تیک مارک شده میره. 2 تا 4 تا 6 تا 8 تا 10 تا مرحله دارن و شما هرگاهی بخواین که اوریکل به شکل درست نصب شه باید 10 مرحله را به شکل کامل تکمیل کنین و همچنان در نصب نرم افزار اوریکل خیلی محتاط باش. یعنی شبیه نرم افزارهای دیگر نیستن، یعنی نصب کردنش کمی سخت هستن، همچنان فضای بیشتر نیاز دارن از این لحاظ. در مرحله دوم نوشته select any of the following install option. گزینه هایی که در اینجا داریم اولش است create and configure a database. وقتی شما رو انتخاب کنین بر علاوه ای که نرم افزار اوریکل نصب میشن و یک دیتابیس خودش به شکل دفالت ایجاد میکنه و همچنان کنفیگر میکنن. گزینه دوم است انستال دیتابیس سافتویر اونلی، فقط دیتابیس نصب میشه و دیتابیس در داخلش کریت نمیشه. یعنی ستپ اوریکل نصب میشه دیتابیس کریت نمیشه، پس ما نیاز داریم که دیتابیس کریت شه. خوب است. و بعدش اپگرید ان اگزیستن دیتابیس، به این معنی است که یک نسخه قبلی رو ما در اینجا داریم، فرض کنیم نسخه 12.3 هست، این قابلیت اپگرید به نسخه 18.3 و 19.3 رو هم دارن. یعنی نسخه پایین با اپگرید ما بالا میبریم، 12.3 رو ریموف نمی کنیم، در جای خود هستن. 18.3 رو میخواییم که 12.3 رو میخواییم به 18.3 اپگرید کنیم، ستپ 18.3 یا 19.3 رو میگیریم، فقط پروسه اپگرید در اینجا انتخاب میکنین و بسیار آسان هست. یک تعداد از قابلیت هایی که در نسخه 12.3 نیستن آنها اضافه میشه و پروسه تکمیل میشه. پس وقتی برای نخستین بار شما نصب میکنین اولی رو انتخاب کنین create and configure a database، هم نرم افزار نصب شوه و هم یک دیتابیس ایجاد شوه که ما نیاز داریم که دیتابیس ایجاد شده به شکل اوتوماتیک تیبل ها را کریت کنیم. بعد زمانی که اینا رو انتخاب کردیم میان در اینجا میگن نکست، یعنی به مرحله بعدی میریم. در مرحله بعدی نوشته هستن دسکتاپ کلاس و بعدش نوشته هستن سرور کلاس. ما دو گزینه یا به دو هدف میتونیم که نرم افزار اوریکل استفاده کنیم. دسکتاپ کلاس به این معنی است که در یک سیستم سینگل، یعنی به شکل تنهایی بدون اینکه در شبکه باشه اینا را اگر استفاده بکنیم
گزینه اولی دسکتاپ کلاس انتخاب میکنیم. اگر سرور کلاس باشه، اگر به شکل سرور باشه، باز کامپیوتر کلاینت وصل باشه، دیتا بین در یک موقعیت ذخیره شوه، یک دومین ممکن باشه، یک شبکه باشه، هر چی، دو حالتا گزینه سرور شما زمان انتخاب میکنین که سرور کلاینت موجود باشه، یعنی سیستم به عنوان سرور باشه و کلاینت ها هم فعال باشه و کلاینت ها بتونه که از طریق سرور اکسس کنن. پس ما در اینجا توصیه برای شما است که شما سینگل سیستم استفاده میکنین، سینگل ماشین، دو حالت دسکتاپ کلاس انتخاب کنین. بعد میایم در مرحله بعدیشون که مرحله چهارم است، در اینجا هم مراحل گذاشتیم، از اینجا هم دیده میتونیم اولی، دومی، سومی تکمیل شدن، در مرحله چهارم میرسیم. در مرحله چهارم در اینجا سه گزینه داریم. نوشته هستن که use existing windows user، یعنی یوزر و پسوردی که ما فعلا در ویندوز استفاده میکنیم این باید قابل استفاده باشه. اینجا میبینیم که یوزرنیم داریم و پسورد داریم. دومیش هستن که create new windows user، یک windows user جدید ایجاد کنیم. این چی خوبی داره؟ یک فولدر در داخل منیج، در بخش یوزر منیجمنت، در یک فولدر مشخص برای یوزر اوریکل ایجاد میشه، در صورتی که این کار نکنیم یک فولدر یوزر در اونجا ایجاد نمیشه. یعنی بخش یوزر منیجمنت هم بخش خیلی اساسی در سیستم اوریکل هستن. و دوم وقت انتخاب میکنیم create new windows، اینجا یوزرنیم، پسورد و confirm پسورد داریم. سه گزینه، یوزرنیم وارد میکنیم، پسورد و پسورد خود دوباره confirm میکنیم. در خیلی حالتا شما confirm میبینید، دلیلش هستن که در وارد کردن پسورد باید یوزر دقیق باشه. سومش هست که use windows built-in account. built-in account ها در اینجا دوتا account هست، که guest هست، که admin هست. در صورتی که شما بلتین اکاونت انتخاب میکنین، باید از ادمن وارد چن یا از گست وارد چن. ما در اینجا برای شما توصیه میکنیم که گزینه دوم شما انتخاب کنین و خودتان یک یوزر جدید ایجاد کنین که به نامتان در داخل منیج، در بخش یوزر منیجمنت، یک فولدر اکاونت اوریکل هم کرید شوه، که در اینجا ما ادمن انتخاب کردیم و پسورد هم برایشان در اینجا اضافه کردیم، یک دو سه، و کانفرم هم کردم اینا را. و بعدی که تکمیل میشه میام در مرحله بعدی، در نیکست. اینا مرحله پنجم هستن. اینجا نمیشه هستن تیپیکال انستالیشن، نوعیت انستالیشن در اینجا ما باید توضیح بدیم. اولین بحث در اینجا اوریکل بیس هستن. در کجا باید موقعیت داشته باشه؟ درایف سی، و داخل درایف سی یک فولدر هست به نام اپ، و داخل از یک فولدر دیگه هست به نام ادمین یک. اگه متوجه باشین در اینجا ما یوزرنیم خود ادمین وارد کردیم و ایر مطابق اون مو یوزرنیم در اینجا برای ما اضافه میکنن. اگر نام خود وارد کنیم، نام شما در اینجا میاد. اگر خواسته باشین که در اینجا فضای کافی ندارین، از اینجا میتونین براوز کنین. در حالتی است که فضای درایف سی کم هستن، چون اوریکل وقتی که به شکل کمپرس است نزدیک به 3 جی بی، 3 جی بی پوره نیست، تکمیل نیست و نزدیک به 3 جی بی، 2.7 اشاره چند است. و زمانی که نصب میشه با شدن 5 تا 6 جی بی فضا کار دارن، چون از شکل اکسپرس شده اینا کشیده میشه، به هزارها تا میلیون ها فایل داخل از این موجود هستن. سافتویر لوکیشن درایف سی اپ هست، ادمین هست و همچنین پروڈکت است و نسخهش نوشته کردن و در اینجا به نام دی بی هوم یک. آیا این موقعیت در اینجا درست است در درایف سی یا خیر؟ اگر خواستین که تغییر موقعیت بدین، در براوز بین، یعنی میتونین در درایف دی، درایف اف، هر درایف دیگری به غیر از درایف سی هم قابلیتی رو داره که در اینجا هم نصب کنین. اما در صورت امکان، در صورتی که درایف سی فضای مناسب داشته باشه، فری اسپیسش درست باشه، حدودا 10 جی بی، دو حالت خوب است که در داخل درایف سی نشه. در صورتی که درایف سی کامپیوتر شما فری اسپیس کافی ندارم، درایف موقعیتش قطعا تغییر بدن که در اینجا باز نصب نمیشه. دیتابیس فایل لوکیشن موقعیتش درایف سی، اپ، ادمین و همچنان در اینجا اوریکل او آر ای دیتا هستن. خب این سه تا هرچیش میبینیم که در درایف سی اینا لوکیشن یا موقعیت نرم افزار نشون میدن. دیتابیس ادیشن اینجا دراپ داون لیست داره، ما ادیشنی که میخوایم نصب کنیم انترپرایز ادیشنش هستن. و همچنان در اینجا کاراکتر سیتشون رو مشخص میکنیم به شکل دیفالت باشه. در اینجا گلوبال دیتابیس نیم او آر سی ال هستن، چون ما گزینه ای که در اینجا انتخاب کردیم گفتیم کریت اند کانفیگر دیتابیس، اینمی باعث میشه که یک گلوبال دیتابیس در اینجا ایجاد شد به نام او آر سی ال. اگر نامش با شما راحت نیستین، میتونین نامش هم تغییر بدین، هر نام خواستین.
در اینجا داریم به نام Administration Password. این خیلی مهم است که فراموش شما نشود. هرگاهی پسورد وارد میکنین باید به یاد شما باشه. هر وقتی که در سیستم اوریکل وارد میشیم این پسورد در اونجا ضرورت هستن برای اولین بارشان. و بعد کانفرم پسورد که پسوردی که شما اینجا وارد میکنین در اینجا وارد میکنین باید دقیقاً هر دویشان یکسان باشه. و من توصیه دارم که هر وقتی که شما این پسورد اینجا وارد میکنین باید دقیقاً در یک ورق یادداشت بگیرین که تا فراموش نشه. در صورتی که پسورد فراموش کنین اگر نرم افزار اوریکل هم نشه هیچ راه بدلی برای ریست کردن پسورد وجود نداره. پس مجبوراً شما دوباره باید اوریکل نرم افزارش را ریموف کنین و پس یک بار دیگر نصب کنین که بسیار وقتگیر هستن و همچنان کار طاقت فرسا هستن. دلش که نصب اوریکل هم بسیار جنجال دارن، وقتگیر هستن. حدودا کامپیوترهایی که ضعیف باشه نرم افزار اوریکل یک ساعت بیشتر وقت نیاز داره تا یک و نیم ساعت. و کامپیوترهایی که از لحاظ هاردویر رمش بالا باشه، پروسسرش بالا باشه، باز اونها هم حداقل نیم ساعت تا 40 دقیقه زمان در بر میگیرن. پس یک نرم افزاری هستن که بسیار وقتگیر هستن. پس شما تلاش کنین که وقتی یک بار نصب کردن بار دیگه ریموف، زمینه ریموف شدن از اینا را برای شما نبیاین یا این مجبور نشین که ریموف کنین. و ریموف کردن اوریکل هم مثل دیگه نرم افزارها نیست که داخل کنترل پنل بریم اینا را ریموف کنیم. ریموف کردن از هم متفاوت هستن. از داخل کنترل پنل تنها ریموف نمیشه. 5 مرحله که به نصب داریم 5 مرحله برای ریموف از نیاز هستن که اون مرحله را باید ما تکمیل کنیم. و بعد پسورد فراموش شما نشود در اینجا کریت از کانتینر دیتابیس ایره حتما باید تیک مارک داشته باشین، تیک مارک از اینا رو پس نکنین. اینجا یک عنوان داریم به نام پکابل دیتابیس نیم، به نام پی دی و همچنان در اینجا پی دی بی هستن و همچنان او آر سی ال هستن که ایره ما به عنوان پک نیم قبول میکنیم و یک کانتینر دیتابیس در اینجا باید وجود داشته باشه. قطعا در محالتش میگذارین وقتی که را گذاشتین بینام خودش دیفالت کرد میکنن. اینجا یک پیام یا مسیج هم دریافت میکنین. پسورد که شما اینجا وارد کردن میگه مطابق پالیسی اوریکل نیستن. ما یک دوسیه وارد کردیم. پالیسی اوریکل است که حداقل ما باید 8 کاراکتر برازی داشته باشیم و بعد از اینکه 8 کاراکتر داشته باشیم اونا باید کمپلکس باشه به شکل نمبر، سمبل و همچنان اعداد وارد کنیم. بعد مراحل که تکمیل میشه در اینجا من بالای نکست کلیک میکنین. به مرحله بعدی در اینجا همون مسیج میبینیم. مسیجی قبلا هست نوشته کرده که پسورد انتر داز نات کانفرم تو دا اوریکل ریکامندد استاندارد. استانداردی که در اوریکل هستن و قابل قبول نیست در اینجا. پس آر یو شور یو وانت تو کانتینیو گزینه در اینجا باز برای ما دادن. اگر نو بگیم استاپ میشه در این مرحله. ما یس اگر بگیریم بالای از اونا کلک کنیم باز هم پسوردی که شما وارد کردن اونا هم قابل قبول هستن. در صورتی که نو بگیم هم رای حل است که ما مطابق پالیسی یا استاندارد اوریکل باید حداقل 8 کاراکتر پسورد وارد کنیم و پسورد ما هم کاراکترهایش به شکل کمپلکس باشه، هم نمبر باشه، هم الفابت اپرکیس و لوورکیس وارد کنیم و همچنان بعضی سمبل ها رو وارد کنیم. بعد در اینجا ما میگیم که یس. وقتی که یس میگیم به مرحله بعدی که در این مرحله میرسیم، مرحله هفتم هستن و در اینجا برای ما سمری را نشان میده. یک مسیج هستن در حقیقت. در اینجا کدام چیز خاصی ما نداریم. اوریکل دیتابیس 12c ریلیز اینجا نوشته میکنیم که انستلرشان هستن. یعنی او ستپ یا او بخش از نرم افزار هستن که در اینجا نصب میشه. گلوبال سیتینگش در اینجا ترتیب شدن. دیتابیس انفورمیشن هم در اینجا همهشان مشخص کردن. دیسک سپیشش چقدر باشه، همچنان اوریکل هم یوزر سلیکشنش ادمین یک هستن اینا باشه، سورس لوکیشنش در کجا باشه و همچنان انستال میتودش چگونه هستن، دیتابیس ایدیشنش چگونه هستن. اون چی که شما در جریان مراحل مختلف که انتخاب کردن اونا همهشان در اینجا به شکل مفصل برای ما خلاصه نشان داده میشن. خب اینا اگر خواستین در اینجا بتنهای ایدیت هم دارین. ما میخواییم که دیتاب سپیس رکوایتش 6 جی بی نباشه، بیشتر باشه یا کمتر باشه. بالای ایدیت کلیک کنین بازی قابلیت ایدیت دارن. در اینجا اینستال میتودش دسکتاپ انستالیشن باشه. اینجا هم میتونیم ایدیت کلیک کنیم. این از دسکتاپ تغییر بدیم چون دو گزینه داشتیم، یک سرور داشتیم، یک دسکتاپ. میتونیم به سرور تغییر بدیم
اگر اشتباه شده باشم. دیتابیس ادیشنش اینجا انترپرایز من انتخاب کردم، میشه که کلیک کنین بالای ادیت، یعنی برای هر گزینه در اینجا ادیت هم وجود داره. برای علاوه از اینکه اونا رو شما نصب میکنین، در صورتی که کدام از گزینه ها درست نباشه پس دوباره میتونین در اینجا ادیت کنین. بعد وقتی که سمریش درست باشه باز در اینجا من گزینه ای دارن به نام کنسل، گزینه ای دارن به نام انستال. اصلا پروسه انستال از اینجا شروع میشه و نصب نرم افزارها دو مرحله داره. مرحله اولش اینم شرایط و قوانین و نیازهای یک نرم افزار رو ما تعریف میکنیم که در کدام درایف باشه، به کدام شکل باشه، و در مرحله دوم باز پروسه انستال است که بالای بتن انستال کلیک کنیم باز انستالش هم شروع میشه. یعنی تمام فایل ها آماده میشه، اکسترکت میشه در داخل هارد دیسک کمپیوتر ما که دایرکت درایفش درایف سیست در اینجا نصب میشه. و بعد نصب شدن نرم افزار به این معناست که یک نرم افزار ما فعال میسازیم، آماده به کار میسازیم. یک نرم افزار در صورتی که در سیستم نصب نشه سیستم رو شناسایی نمیتونن و فعال نیستن و قابل استفاده نیستن. بعد از اینکه نصب میشه فعال میشه، سیستم شناخته میتونن و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. بعد پروسه اینستالیشن پیش میره، اینجا 7% است، به 100% میرسه، پروگرس بارشون به 100% که رسه تکمیل میشه. و در اینجا هم گزینه ها رو میبینیم که همه بخش ها اینجا تکمیل شده، فنیشت اینا به این معناست که کدام مشکل نداره. و بعد بالای اوکی کلیک کنین و مرحله اخیر که وقت نصب تکمیل میشه در اینجا در مرحله فنیش میرسیم و در اینجا هم به نام بتن کلوز داریم و کلوز کلیک کنین. وقتی که کلوز کلیک میشه در اینجا هم یک پیام اگر آمده اینا رو اوکی میگین و پروسه نصب تکمیل میشه و اوریکل آماده به استفاده هستن. از توجهتان تشکر.